شمار از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای افغانستان که در بیرون از کشور به سر می‌برند، از راه‌اندازی و آغاز نشرات دیجیتالی تلویزیون زیر نام آمو خبر دادند. مسئولان این رسانه تازه تأسیس می‌گویند که تلویزیون آمو را به هدف اطلاع رسانی آزاد، منصفانه و قابل اعتماد برای مردم افغانستان ایجاد کردند. دفتر مرکزی این تلویزیون در شهر واشنگتن دی سی امریکا است. خبرنگاران از حوزه امریکا، اروپا، آسیا، هند، ایران و افغانستان در آن کار خواهند کرد. گزارش از سهیلا یوسفی. آغاز نشرات دیجیتالی تلویزیون آمو از سوی خبرنگاران افغان در بیرون از افغانستان. شمار از خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای افغانستان که پس از تحولات سیاسی پسین کشور را ترک کرده بودند و اکنون در بیرون از افغانستان به سر می‌برند، از راه‌اندازی و آغاز نشرات دیجیتالی تلویزیون زیر نام آمو خبر دادند. لطف‌الله نجفی‌زاده به حیث مدیر عامل و سمیع مهدی به عنوان مدیر مسئول از بنیانگذاران این رسانه هستند. مسئولان این رسانه تازه تأسیس میگویند که تلویزیون آمو را به هدف اطلاع رسانی آزاد، منصفانه و قابل اعتماد برای مردم افغانستان ایجاد کردند. خبرنگاری به آزادی بیان در یک سال گذشته عقبگرد فاحشه داشته است و ما میکوشیم تا به خبرنگاری مستقلانه جان تازه‌ای ببخشیم. بنیانگذاران آمو میگویند که دفتر اصلی این تلویزیون در شهر واشنگتن دی سی آمریکا است و شمار از خبرنگاران را از حوزه آمریکا، اروپا، آسیا، هند، ایران و افغانستان وصل کردند. ما در این تلویزیون تلاش میکنیم که به رویدادهای مربوط به افغانستان بپردازیم و این رویدادها را به گونه آزاد، بی‌طرفانه و با توازن با مخاطبین خود اطلاع رسانی بکنه. طرح ایجاد این رسانه که در چند ماه نخست پس از سقوط نظام را اندازی شده بود، اکنون آغاز نشرات آن از سوی کاربران شبکه‌های اجتماعی و شمار از خبرنگاران مورد استقبال قرار گرفته است. آغاز نشرات تلویزیون دیجیتالی آمو یک اقدام خیلی مهم، مؤثر و اساسی در کار رسانه افغانستان است. شناختی که از دو نخبه رسانه‌ای که در رأس از این تلویزیون قرار دارند داریم، مطمئن هستیم که این رسانه یک رسانه معیاری مطابق با اصول خبرنگاری و به نفع جامعه رسانه‌ای و به فلاح مردم افغانستان خواهد بود. اطلاعات متاسفانه در افغانستان خیلی ها محدود شده و فعالیت چنین رسانه‌ها در بیرون از افغانستان میتونه خبرهای خوبتر و بهتر به مردم افغانستان و جهان ارائه بکنند. این در حال است که فعالیت بیش از نیم از رسانه‌های افغانستان متوقف شده و حکومت سرپرست محدودیت‌های گسترده‌ای بر رسانه‌ها وضع کرده‌اند.